در برنامه امروز میخواهم درباره دو دستاورد تازه علمی که یکی دو هفته پیش منتشر شدند سخن بگویم. نخستین آنها در زمینه زیست شناسی و پزشکی است و دیگری درباره سیاهچال‌ها در اخترفیزیک. کشف نخستین که گفتم به پزشکی و زیست شناسی مربوط میشود، شگفت انگیز و حتی میتوان گفت که تا اندازه‌ای باور نکردنی است. پژوهشگران آمریکایی خبر می‌دهند که اندام یا عضو تاکنون ناشناخته‌ای در بدن انسان کشف کردند. تاکنون کالبدشناسان در تن انسان 79 اندام گوناگون تشخیص داده بودند. این کشف تازه شمار آنها را به 80 می‌رساند. البته هنوز همدارگان کمیونیته زیست شناسان و کالبد شناسان فرصت نداشتند که درباره این موضوع تصمیم بگیرند که کشف تازه واقعا یک اندام است یا نه. اگر زیست شناسان و کالبد شناسان اندام بودن آن را تایید کنند، این بزرگترین اندام تن انسان خواهد بود. به هر روی، چه اندام باشد و چه نباشد، این کشف بسیار مهم است، با پیامدهای بسیار برای درمان بیماری ها به ویژه نوعهای گوناگون سرطان. ببینیم که موضوع چیست. این کشف عبارت است از لایه‌ای از بافت‌ها که پر از مایع است و این مایع در سراسر بدن جریان دارد. ولی این لایه کجاست؟ زیر پوست، پیرامون راجمان گوارشی، پیرامون ششها، پیرامون مجراهای ادرار، پیرامون سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها، بین ماهیچه‌ها و پیرامون دیگر اندام‌ها. این لایه دارای ساختاری است تشکیل شده از حفره‌های خانه به خانه به هم پیوسته. دیواره این خانه‌ها را شبکه‌ای از پروتئین‌های مقاوم و خمش‌پذیر تشکیل می‌دهند. خانه ها پر از مایعی هستند که از خانه ای به خانه دیگر می گذرد و در سراسر بدن جریان می یابد. نام این لایه را اینترستیشیوم گذاشتند از اینترستیس. اینترستیس در زبان دانشها عبارت است از فاصله یا فضای خالی میان دو چیز یا دو بخش از یک چیز. این واژه در زیستشناسی کاربرد بسیار دارد، همچنین در فیزیک. در فیزیک به ویژه در بلورشناسی به فضای خالی میان اتم‌های شبکه اتمی بلور اینترستیس می‌گویند. در فارسی برای این بگرد کنسپت در فیزیک اندرجا گفتند، یعنی جای میانی، که به نظر من خوب است. اگر اندرجا را برای اینترستیس بپذیریم، به این لایه یا اندام تازه کشف شده در پزشکی میتوان گفت اندرجایان، از اندرجا به اضافه پسفند نسبت آن که به سبب تکرار مسوت بلند آ به صورت یان در میآید. اینترستیشیوم یا اندرجایان تا کنون از چشم کالبدشناسان دور مانده بوده، با اینکه بافت‌های سراسر بدن زیر میکروسکوپ مطالعه شده بودند. و این کشف به طور کاملا تصادفی انجام گرفته. در پاییز سال 2015 در یکی از پژوهشکده‌های اسرائیل، سه پژوهنده اسرائیلی مجرای کیسه صفرای بیماری را با دستگاه جدیدی مطالعه می کردند برای اینکه پی ببرند که سرطان تا چه اندازه پیشرفت کرده. آنان برای این کار تکنیک تازه‌ای را به کار می بردند که نوعی اندوسکوپی میکروسکوپی است. با این دستگاه می توان بافت‌های بدن انسان زنده را با سوند لیزری نپاهید. پژوهشگران با شگفتی دیدند که این بافت‌ها از یک رشته حفره یا خانه به هم پیوسته تشکیل شدند، چیزی که تا آن زمان در هیچ کالبد شکافی ندیده بودند. این پزشکان از بافت بیمار نمونه برداری کردند و با تصویرهای گرفته شده به پژوهشگری در دپارتمان آسیب شناسی دانشگاه نیویورک فرستادند. این پژوهشگر بافت‌ها را چنان که معمول است روی تیغه میکروسکوپ نهاد تا بررسی کند
ولی با شگفتی دید که برخلاف آنچه تصویرها نشان می‌دهند چنین ساختار خانه به خانه‌ای وجود ندارد. علت این که این لایه را تاکنون کشف نکرده بودند این است که تاکنون برای مطالعه بافت‌ها از میکروسکوپ استفاده می‌کردند و آن هم نه به طور مستقیم در بدن بیمار زنده، بلکه با مطالعه نمونه‌ای که از بیمار برمی‌داشتند و آن را به آزمایشگاه می‌فرستادند. در تکنیک معمولی برای اینکه بتوانند نمونه بافت را زیر میکروسکوپ بررسی کنند، نمونه را می‌برند و با محلول‌های شیمیایی رنگین گوناگون آغشته می‌کنند و با فشار روی تیغه میکروسکوپ می‌گذارند. در اثر این عملیات لایه بافت له می شود و مایع آن بیرون می آید و ساختارش از میان می رود و علت این که تاکنون ناشناخته مانده بوده همین است. پژوهشگران اندرجایان را در اندامهای گوناگون زنده با اندوسکوپی لیزری مطالعه کردند و در همه موردها این ساختار خانه به خانه دارای مایع را دیدند. ستبرا یا زخامت اندرجایان 60-70 میکرون است. یک میکرون 1000 بار از 1 میلیمتر کوچکتر است. برای اینکه بتوانید بسنجید، زخامت میانگین موی انسان در حدود 50 میکرون است. یعنی ستبرای این لایه اندرجایان کمی از پهنای موی انسان بزرگتر است. تا پیش از این کشف کالبدشناسان نمی‌دانستند که چنین ساختاری در سراسر بدن وجود دارد. البته می‌دانستند که زیر پوست و گرد اندام‌ها را بافتی گرفته، ولی می‌پنداشتند که این بافت لایه‌ای است فشرده و بی‌ساختار درونی. پی بردن به همه کارهایی که این اندام می‌کند هنوز به پژوهش‌های بسیار نیاز دارد، ولی تا اینجا که فهمیدند یکی از کارهای اندرجایان محافظت از اندام هاست. سبب این است که اندرجایان دور اندام ها را گرفته و با ساختار خانه به خانه اش که پر از مایع است میتواند ضربه و فشار را خفیف کند و نگذارد اندام ها آسیب ببینند، مثلا رگ ها و ماهیچه ها پاره شوند. مهمتر این که اندرجایان منبع اصلی مایع لنف بدن است که راجمان ایمنی بدن را می سازد. لنف گلوبول های سفید را به اندام ها می برد و زباله ها را گردآوری می کند. در واقع اندرجایان بزرگ راه جریان لنف در بدن به شمار می رود. زن می برند که انتقال سلول های سرطانی از اندامی به اندام دیگر در بدن از راه اندرجایان انجام می گیرد. اگر چنین باشد، مطالعه آن افق‌هایی را برای جلوگیری از انتقال سرطان در بدن می‌گشاید. این بود آن کشف زیستشناسی پزشکی. نتیجه دوم درباره سیاه‌چال‌های کهکشان ماست. کهکشان ما راه شیری تشکیل شده از در حدود 300 میلیارد ستاره که خورشید یکی از آنهاست. همه این ستارگان به گرد مرکز کهکشان در گردشند. مدار خورشید در ناحیه‌های بیرونی کهکشان جای دارد، با فاصله 30,000 سال نوری از مرکز کهکشان. در حدود 250 میلیون سال طول می‌کشد تا خورشید یک بار به گرد مرکز کهکشان بگردد. همه ستارگان و نیز ابرهای بیشمار غبار و مولکول که ستارگان درون آنها دیسیده می شوند به گرد مرکز کهکشان می گردند. اینکه همه صدها میلیارد ستاره کهکشان و دیگر براختها ابژه های آن به گرد مرکز کهکشان می گردند به سبب نیرویی است که مرکز کهکشان بر آنها وارد می کند. در مرکز کهکشان سیاه‌چالی بسیار غول‌پیکر جای دارد به جرم 3-4 میلیون برابر جرم خورشید. این گونه سیاه‌چال را سیاه‌چال ابر پرجرم می‌نامیم. بنابر نظریه‌هایی که پدید آمدن کهکشان و ساختار آن را توضیح می‌دهند، باید در نزدیکی این سیاه‌چال مرکزی ابر پرجرم هزاران سیاه‌چال کم جرمتر با جرم ستاره‌ای، یعنی میلیون‌ها برابر کم جرمتر پدید آمده باشند. ناحیه مرکزی کهکشان جای بسیار شلوغی است. مکعبی فرضی را در نظر بگیرید به ضلع 3 سال نوری که مرکز کهکشان را در بر می‌گیرد.
سه سال نوری 1/20000 شعاع کهکشان است. در این مکعب صدها هزار یا شاید میلیون ها ستاره جای دارند که درون ابرهای بسیار بزرگی از گاز و غبار پنهانند. میخواهم بگویم که چگالی ستاره، یعنی تعداد ستارگان در واحد حجم در ناحیه های مرکزی کهکشان بسیار بزرگ است. در مقایسه در مکعبی به همان اندازه، یعنی با ضلع 3 سال نوری به گرد خورشید، تنها یک ستاره وجود دارد که همان خورشید است. گفتم که در مرکز کهکشان شمار ستارگان در چنین حجمی به صدها هزار یا میلیون ها میرسد. پس میبینید که مرکز کهکشان جای بسیار پر ازدحام است. بیشتر این ستارگان ناحیه مرکزی یا کهکشان جرمی دست کم 10 برابر جرم خورشید دارند، یعنی ستارگان پر جرمن. این ستارگان زیاد عمر نمی کنند، پس از چند 10 میلیون سال منفجر می شوند و آنچه از آنها باقی می ماند سیاه چالی است با جرمی به اندازه جرم یک ستاره. پس باید در ناحیه مرکزی کهکشان هزاران سیاهچال بازمانده از انفجار ستارگان پرجرم وجود داشته باشند که در مدارهایی به گرد سیاهچال غولپیکر مرکزی در گردشند. پرسش این است که آیا این سیاهچال‌ها واقعا وجود دارند یا ساخته تئوری‌اند و واقعیت ندارند؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است، چون سیاهچال‌ها نور یا انرژی دیگری از خود بیرون نمی‌دهند و بنابراین نمیتوان آنها را نپاهید. بنابر پژوهشی که در تاریخ 5 آوریل گذشته 2018 در مجله نیچر منتشر شده، گروهی اخترفیزیکدان دانشگاه کلمبیا برانند که نشانه‌هایی از وجود این سیاهچال‌ها یافتند. ببینیم چگونه. ستارگان به صورت تکی به وجود نمی‌آیند. بیشتر ستاره‌ها چند تایی با هم به صورت گروهی دیسیده می شوند و در راجمانی به گرد هم می گردند. بیش از 60% ستارگان کهکشان دوتایی هستند، یعنی راجمانی هستند تشکیل شده از 2 ستاره که دور هم می گردند. در چنین راجمان هایی ستاره ای که به گرد ستاره دیگر می گردد ستاره همدم آن نامیده می شود. خورشید ما که ستاره ای تک و همدم ندارد تقریبا استثناست. احتمال دارد که خورشید به طور گروهی با چند ستاره دیگر پدید آمده باشد و سپس از گروه رانده شده باشد. هرچه جرم ستارگان بیشتر باشد، احتمال چند تایی بودن آنها بیشتر است. در راجمان‌های دوتایی، ستاره‌ای که پر جرم است زودتر زندگی خود را تمام می‌کند و به سیاهچال تبدیل می‌شود، در حالی که ستاره همدمش ستاره عادی باقی می‌ماند. در این راجمان‌ها سیاهچال می‌تواند گازهای ستاره همدم خود را بکند و با سرعت به سوی خود بکشد. این گاز کنده شده چنان سرعتی می‌گیرد که بنابر پدیده فیزیکی به درخشش در می‌آید، البته نه در طول مژهای نور بلکه به صورت پرتوهای ایکس که بسیار پر انرژی تر از نور عادی هستند. کاری که اختر فیزیکدانان دانشگاه کلمبیا کردند این است که در ناحیه‌های مرکزی کهکشان بیش از 10 منبع پرتوهای ایکس کشف کردند. تلسکوپی که به کار بردن ماهواره است به نام چاندرا که ناسا در سال 1999 به مدار زمین فرستاده است. البته این پرتوهای ایکس ممکن است خاستگاه دیگری داشته باشند. به هر حال با فرض اینکه نیمی از منبع‌های کشف شده زاییده سیاهچال‌ها باشند، می توان محاسبه کرد که باید در مکعب 3 سال نوری مرکز کهکشان صدها سیاهچال پنهان باشند. این تعداد سیاهچال را می توان به نوک کوه یخ تشبیه کرد که چیزی جز بخش کوچکی از کوه یخ نیست. وقت ما به پایان رسید. به سخنی دیگر، این دستاورد اخترفیزیکدانان دانشگاه کلمبیا تازه آغاز راه درازی است که برای یافتن آن سیاهچال‌ها باید پیمود.